خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش با دست خیش بنوشت. با آن ملت سرو کاری نباشد که دهقانش برای دیگران کشت. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الايه. درود بر روان پاک ناجی بشریت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام و درود بر روای پاک طیبه شهدای کشور عزیز ما افغانستان، خاصتاً شهدای قهرمان نیروهای امنیتی افغانستان که به خاطر دفاع و راست و آزادی و زندگی معین و مسئول مردم افغانستان در گوشه و کناری وطن جانای شیرین خدا از دست دادند. روحشان شاد، یادشان گرامی باد. از بارگاه خداوند جل علا شانه او آرزوی صحت و سلامتی میکنیم برای همه مجروحین کشور عزیز ما افغانستان، خاصتا مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که پاره های وجود خود از دست دادند و درس سلامت و آزادگی را به ما و به نسل های ما بعد ما به میراث گذاشتند. عزت و افتخار آرزو میکنم از بارگاه خداوند بر ملت بزرگ افغانستان که با از دست دادن جگرگوشه هایشان درفش با عزت و سیرنگ افغانستان در قله های شاموخی وطن با احتزاز نگه داشتند. امروز جای بسیار مسرت و خوشی است که بعد از گذشت 14 سال کار مشترک، خون دادن و جان دادن مشترک با دوستای بین المللی ما زمینه مساعد شده که مسئولیت‌های امنیتی را نیروهای دفاعی و امنیتی مردم افغانستان عهده‌دار شوند و در مقابل دشمنای مردم افغانستان، در مقابل هر نوع تهدید، چالش، پرابلم استادگی کامل داشته باشند. این انتقال بسیار نیک و مبارک و فرخنده را ما به همه حاضرین مجلس امروزی و به مردم افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم. و جا داره که سلام جلالت ما به محترم رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان و رئیس شورای اجرایی را خدمت هر یک شما وسیله شویم. امو قسم قماندان محترم فرقه 111 صحبت کردند. نیروهای امنیتی افغانستان تعهد دارند با شعار خدا، وطن، وظیفه در مقابل هر نوع چالش، در مقابل هر نوع تهدید استادگی جدی خود داشته باشند و این اطمینان ما به مردم افغانستان میدیم که انشالله فرزندای مردم افغانستان امو قسمی که در مراسم تعلیف و مراسم سوگند دست خود بالای قرآن کریم میمانند و موادات تعلیف به زبان یاد میکنند، در هر نوع شرایط به خاطر دفاع از وطن آماده هستیم. و آرزوی ما از مردم بزرگ افغانستان همیست با تجاربی که در طول بیشتر از 3 دهه مشکلاتی که در کشور ما حکم فرما بوده، مردم ما همه تجارب الحمدلله دارند. امیدوار هستیم که با بسیج عمومی، با درک عمیق از دوست و دشمن و حمایت کامل و بدریخ همون قسمی که در طول مدت از نیروهای امنیتی افغانستان داشتند، امی حمایت خدا
به شکل جدیتر داشته باشند در تشخیص افراد ناسالم و افرادی که میخواهند تحت اشکال مختلف، تحت لباس مختلف زندگی مردم ما را به چالش بکشانند، نیروهای امنیتی خود همیش همکاری بکنند. ما با همکاری مردم ما، قسمی که تاریخ معاصر و تاریخ با عزت افغانستان ثابت ساخته، زمانی که مشکل در یک کشور رو نما میشه و کسان سوء قصد به طرف کشور ما می داشته باشند، مردم ما هیچ نوع ملاحظه سیاسی، قومی، سمتی، واژه هایی که مردم ما را درد می ده او را در نظر نمی گیرند. برادروار بسیج میشن و در مقابل دشمنان صف بندی میکنن که ما در این راستا مطمئن هستیم که همین عمل مردم بزرگ افغانستان انجام داده و اگر ضرورت باشد در این ضرورت هم در شرایطش استادگی خودم می داشته باشم. بنان چیزی که به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان لازم است، ما اگر از یک هفته بیشتر زمان تایم کار ما 2 ساعت بود، حال اجاب از این را میکنن که ما باید 4 ساعت کار کنیم. اگر در گذشته 4 ساعت کار میکدیم، حال ما باید 10 ساعت کار بکنیم، چون مسئولیت ها متوجه ما شده. ما باید برخورد نیک و سالم با مردم خود داشته باشیم، اعتماد مردم خود کمایی بکنیم و همون قسمی که شعار میدیم، یعنی ما خدمتگار مردم هستیم، این را در قلبهای مردم ما جاگزین بسازیم تا همون فضای اعتماد بیشتر از پیش به میان بیاید، که ما متیقن هستم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در این راستا جدی توجه دارند و جز برنامه های اساسی و پلان کاریشان امی است که چقدر ما بتانیم محبوبیت خود در قلب مردم خود جاگزین بسازیم و اعتماد مردم خود کمایی کنیم. زمانی که با یقین کامل ما اعتماد جدی مردم خود داشته باشیم و مردم ما بالای ما اعتماد داشته باشند، به هر نوع مشکلات، چالش ها، پرابلم ها انشالله ما فائق میم. 13 سال گذشته دوستای بین المللی ما در کنار مردم افغانستان از هیچ نوع همکاری، جان دادن، خون دادن و امکانات مادی دریغ نکردند و امروز اونا هم ثمره زحمات خود در افغانستان میبینند. زمانی که ما مسئولیت های امنیتی را عهده‌دار میشیم، با وجود همه دغدغه ها و توطئه های دشمن، با وجود همه تبلیغات دشمن که سال 2014 را یک سال مهم جور کرده بودند و همیش روی از این تاکید میکردن، تبلیغ میکردن که در 2014 این میشه و آن میشه و دیگه در فلان جا تغییر میایه و تحول میایه، ولی بی خبر از این که عزم نیروهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان در این راستا مصمم است و ما نیروهای امنیتی و مردم تصمیم خود را گرفتیم. رفتن به طرف 2 دور انتخابات جز دستاوردهای اساسی نیروهای امنیتی افغانستان است. دوره اول انتخابات همه شما منصوبین اردوی ملی، حاضرین مجلس، ژورنالیست‌های عزیز ما در جریان هستند. موفقانه سپری شد. دشمنان تبلیغ کردند. دیگر زمستان بود، به ما وضع جوی هوا مساعد نبود، در کوها برف بود. ولی انتخابات دوری دور شما دیده که در تابستان انجام شد و نیروهای امنیتی افغانستان امنیت انتخابات دور دو را گرفتند. موفقانه دور دوم انتخابات به پایان رسید. انتقال مسئولیت امنیتی، انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیزش انجام شد. حکومت وحدت ملی که جز آرزوها و نیازمندی های افغانستان بود ایجاد شد.
که الحمدلله در این راستا دستاوردهای بسیار خوبه نیروهای امنیتی افغانستان و مردم ما کمایی کردند که تعدادی از اعضای جامعه بین المللی مردمانشان که همیش به طرف نیروهای امنیتی افغانستان به دیده شک می دیدند بعد از تأمین امنیت دو دور انتخابات همه از اون مطمئن شدند که واقعا نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تأمین امنیت کشورشان دارند که ما از زحمت کشی از اونا در هم عرصه ها صمیمانه هم قدردانی میکنیم و هم تشکر میکنیم و طبعا در راستای مواداتی که برای تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی افغانستان و برای انکشاف تعلیم و تربیه برای مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان وعده هایی را که دادن در این راستا هم ما تاکید میکنیم و توجهشان را میخواهیم که هنوز هم ما راه دورتر و درازتری را پیش روی داریم که در این راستا از مساعدت های مادیشان و همکاریشان در صحای تعلیم و تربیه و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان همون قسمی که پلانگذاری و برنامه صورت گرفته ما را همکاری کنند. هوا سرد است و ما درک میکنم که تعدادی از عزیزای ما، جگرگوشه های ما، کسانی که هر آن آماده عزیزتن که خود قربان بسازند و مشت محکم و کوبنده به دهن دشمن بکوبند، اینا همه روی پای استاد هستند. ما آرزوی از این را داشتم که بیشتر صحبت کنم ولی نمیخوایم که اینا دیگه بزحمت باشند. ما از بارگاه خداوند برای همه مردم کشور عزیز ما آرزوی عزت و سرفرازی و آزادی قطع جنگ و خونریزی را دارم و برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عزیز ما افغانستان از بارگاه خداوند اراده قوی و محکم که آنچنان دارند آرزو میکنم و امیدوار هستم در سنگرها و معرکه ها و در نبرد حق و باطل در مقابل دشمنای افغانستان خداوند همه را موفق و سرخ روی داشته باشه. از توجه همه شما تشکر میکنم. السلام علیکم.